تنگنای قاچاقچی ها با قانون جدید. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طراحی سامانه کد رهگیری کالا تا چند ماه آینده خبر داد و گفت دستگاه های کاشف قاچاق کالا و ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزایش چشمگیری پیدا کردن. آقای مرادیان، امروز اولین روز اجرای این قانون جدید بود. بعد از 80 سال آقای سلامی، بالاخره از امروز این قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا ارز متناسب با وضع فعلی حاکم بر واردات اجرایی شد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز هم گفته که قاچاق جزء حوزه‌هایی که رواج اون در برابر اقتصاد مقاومتی قرار داده. حقیقی همچنین درباره پتانسیل‌های این قانون جدید برای جلوگیری از سوء استفاده گفته که اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌های ورود کالا به کشور یکی از نقاط برجسته این قانونه. گزارش بعدی رو در این خصوص ببینید. قانون 80 ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از 2 سال پیش برای بروز شدن و حذف قوانین فرسوده و از کار افتاده اون در گیرودار تغییر و تحول بود، بالاخره تصویب شد و اجرای اون از امروز الزامی شد. دارای 10 تا فصل هست، 77 ماده و 79 تبصره. در قانون جدید سعی شده تا خلأها و کمبودهای قانون قدیم برطرف بشه تا قانون جدید بتونه با روش‌های جدید قاچاق هم مبارزه کنه. آخرین قوانینی که داشتیم در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا مال سال‌های دور بود، در ارتباط با ارز به ندرت اصلا موارد تنبیهی یا هر چقدر که موارد حقوق غذایی داشتیم. از این قانون بهره‌مندی های خوبی را در رابطه با حمایت از تولید داخلی کشورمون و همچنین مبارزه با کالاهای غیر استانداردی که وارد کشورمون شد و لطمه سنگین به تولید ملیمون وارد میکرد، انشاءالله جلوش گرفته خواهد شد. قانون از پیگیری‌های مثبتش به کارگیری و تأکید بر استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز هست در امر مبارزه قاچاق. مبارزه با قاچاق علاوه بر این که باید ریشه‌ای حل بشه و فواید قاچاق کالا از بین بره و خطرات اون هم افزایش پیدا کنه، نیازمند مبارزه فیزیکی هم هست. اما آیا این قانون جدید میتونه بازدارندگی بیشتری نسبت به قانون قدیم داشته باشه؟ مطمئناً این قانون تأثیر خواهد گذاشت، مطمئناً ریسک قاچاق کالا رو بالا خواهد برد، به شرط اینکه همه کسانی که در حوزه برخورد این موضوع قرار میگیرن وظایف خودشون رو به نحو مطلوب بر اساس چارچوب این قانون انجام بدن. انجام میدن. ما امیدوار این هستیم که انجام بشه. یکی از بحثایی که همیشه وجود داشت، در قبل هم وجود داشت قبل از این قانون، بحث این بود که به لحاظ حق و کشف و سازمان کاشف جذابیت داشت که پرونده های قاچاق زیادی تشکیل بشه. چون حالا اون حق و کشف برداشته شده و مثل وظیفه سازمانی دیده میشه، من فکر میکنم یک مقداری روند تشکیل پرونده ها منطقی تر بشه. پس ویژگی های عمده و مثبت دیگه قانون اینکه در قانون سعی شده که استفاده بهینه از توان همه دستگاه‌هایی که در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعیت دارن این توان استفاده میشه. قانون مبارزه با قاچاق کالا قانونی است که با پدیده قاچاق پس از وقوع برخورد میکنه، اما برای داشتن اقتصادی سالم و به حداقل رسوندن قاچاق باید قوانین پولی مالی و تجاری کشور به گونه ای تدوین بشه که قاچاق صرفه اقتصادی خودش رو از دست بده و قبل از مرحله وقوع با اون مبارزه بشه. این یعنی پیشگیری قبل از درمان. نگاه کلان و روح حاکم بر قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور این بود که یک، ما بتوانیم تقویت تولید ملی رو بذاریم در دستور کار و اجتناب کنیم از رویکرد غیر رسمی ورود کالا به کشور و همچنین در خصوص ارز کمک بکنیم به تثبیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که انشاءالله این بتواند مبنای خوبی باشه برای رویکرد پیشرفت اقتصادی کشور.